بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم، ایام شهادتش هستش. اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه شریف و شما عزیزان و بزرگوارانی که بیننده این برنامه هستید، علوم اهل بیت متصل به علم خدا بوده و اونها از سرچشمه آب زلال رو میگرفتن و تو عالم پخش میکردن. به قول حافظ گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. کسی تو زیبایی اخلاق و تو به هر حال همه زیبایی های رفتاری کسی به معصومین و به یاران ما نمیرسد. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، خیلی زیبارویان، خیلی خوبان تو عالم خلق شدند. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک صنع و یکی، خدا خیلی با کلک و قلم آفرینش نقش های قشنگی زده. هزار نقش براید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. اما یکی امام باقر نمیشه، یکی امام صادق نمیشه، یکی امام حسین نمیشه، امام زمان نمیشه. خدا رو شکر که ما پیرو به چنین کسانی هستیم. علوم اهل بیت علومی بوده که بنده پرورش میدادن، تسلیم خدا و خاضع خدا رو تربیت میکردن. متاسفانه بعضی از افراد الان هستن که 4 تا کلمه و 4 تا اصطلاح یاد میگیرن، خدا رو بنده نیستن، تسلیم حق نیستن. علوم اهل بیت این چنین بود. امام صادق علیه السلام جابر ابن حیان رو که از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، اما کسی بود که دست امام صادق میومد میبوسید، کسی بود که خاضع دین بود، کسی بود که وقتی وظیفه‌شو میفهمید چی هست دیگه چونه نمیزد. شاگردان اهل بیت میگفتن آقا اگه شما یه انار رو به ما بگید نصفش حلال نصفش حرام چونه نمیزنیم، تسلیم. این روح دینداری است، تسلیم خدا بودن و بندگی خدا رو کردن. اونا چنین شاگردانی تربیت میکردن. امام باقر علیه السلام یکی از شاگردانش جابر جعفی بود. جابر جعفی واقعا از اصحاب با عظمت، از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام بود که در روایت داره که خود ایشون میگه 60,000 حدیث رو از احادیث اسرار، حدیث های معمولی نه، این رو من از امام صادق و امام باقر علیه السلام اندوخته بودم و آموخته بودم. جابر که فرد بسیار با عظمتی بود، ایشون تو کوفه زندگی میکرد، یه نامه ای از امام باقر به دستش رسید. وقتی نامه رو دید، دید امام باقر تو اون نامه نوشته که جابر به محض اینکه نامه من به دستت رسید یه چوب بین دو تا پات بگذار تو کوچه ها بدو با بچه ها. خب شما یه لحظه تصور بکنید یک فردی که علم و تقوای چند تا مرجع تقلید رو هم دیگه بریزن، مثلا اگر بشه جابر جوفی، بازم شاید بالاتر از این بود، حالا باید تو کوچه ها بدوه با بچه ها. اگه ما بودیم اونجا چه میکردیم؟ آیا تسلیم بودیم؟ جابر به محض اینکه این نامه رو دید، بوسید رو چشمش گذاشت و یه چوبی بین دو تا پاش گذاشت تو کوچه ها با بچه ها میدوید. مردم مسخره میکردن، میخندیدن، تعجب میکردن، اما جابر کاری نداشت به این چیزا. فرمان امامش رو فرمان خدا میدونست. پشت پرده چی بود؟ پشت پرده این بود که حاکم ظالم اون زمان که خلیفه بود، او دستور داده بود به حاکم کوفه که جابر جعفی رو دستگیر کن، او رو مخیر کن بین دو چیز، یا باید قضاوت دربار ما رو قبول کنه یا گردنشو بزن. امام باقر این نامه رو نوشته بود، جابر تو کوچه ها میدوید. حاکم کوفه وقتی رفت او رو پیدا کرد، دید این چنین شده، اومد به خلیفه وقت، داره خلیفه حالا اواخر بنی امیه بود، نوشت که جابر دیوونه شده، اصلا نه به درد قضاوت بخوره نه خب گردنش رو زدن فایده ای داره، هم جانش محفوظ موند هم قضاوت دربار بنی امیه رو قبول نکرد. اما ببینید مهم اینه که جابر که نمیدونست پشت پرده چه خبره، مهم اینه که تسلیم بود، عبد بود. این خیلی ارزشمند است. شاگردان اهل بیت اینجوری بودن. در روایت داره، تو کافی هستش، در اصول کافی هست
که یه مجلس خونه امام باقر علیه السلام بود، جمعیت زیاد از شیعیان دور حضرت بودن، یه پیرمردی عصا زنان آمد دم در وایساد، اول به امام باقر سلام کرد، السلام علیه ابن رسول الله، امام باقر جوابش که داد، بعد به جمعی که نشسته بودن معلوم میشه که آدم با معرفتی بود، بعد گفت آقا من پیر شدم، یه جا کنار خودتون به من بدید بشینم. گفت آقا من شما رو دوست دارم، دوستان شما رو هم دوست دارم، طمعی ندارم تو این دوستی که به خاطر دنیا باشه، دشمنان شما رو بدم میاد ازشون، نه به خاطر پدرکشتگی و اینکه خونی از من ریخته باشن، به خاطر اینکه شما رو دوست دارم از دشمنان شما بدم میاد، حلال حرام خدا رو هم که شما به ما یاد دادید حلال حرام میدانم و تا جایی که میتونم رعایت میکنم، این به درد من میخوره، اگر از دنیا رفتم چی میشم؟ امام باقر فرمود همین سوال تو رو کسی از پدرم امام سجاد سوال کرد، پدرم گفت اگر تو با این حال از دنیا بری تردو علی رسول الله و علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین، اگر از دنیا بری وارد بر پیغمبر و امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین میشی و ملائکه به استقبالت میان، و اگر زنده بمونی خب سعادت دنیا رو خواهی داشت. اون پیرمرد گفت آقا من راجع به خودم گفتم، ببینید درست بلد یاد گرفتم که اگه از دنیا برم بر پیغمبر و بر امیرالمومنین امام حسن و امام حسین وارد میشم. امام باقر فرمود بله همینجور هست. این پیرمرد شروع کرد گریه کردن، امام باقر که او رو کنار خودش جا داده بود با دستاش اشکای صورت او رو پاک کرد، او باعث شد که همه جمع منقلب بشن و گریه میکردن، بعد دست امام باقر رو میگرفت و سینه‌ش رو صورتش میکشید و بلند شد رفت. وقتی که رفت پشت سرش امام باقر فرمود که اگر کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه همین آدم. شاگردای امام باقر علیه السلام، کسانی که به امام باقر متصل میشن وصل میشن، اینجوری تربیت شدن و این چنین زندگیشون و مرگشون خواهد بود. خدا رو قسم میدیم ما رو در دنیا و آخرت محشور کنه با اهل بیت، با امام باقر علیه السلام، و دعاش رو شامل حال ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.